الرحمن الرحیم. سلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدین به سلسله درس های الجبر. امیدوار هستم که درس های الجبر از اول تا اینجا که تان تعقیب کرده باشین تا درس ها رو مسلسل یاد بگیرین. یکی درس ها رو مثلا از درس 3 و 4 و 5 شروع میکنین، باز براتون دلچسب فقط تمام نمیشه به خاطر از اینکه شما درس ها رو از اول ندیدین. دی کوشش کنین اگه میخواین درس ها رو مکمل از هر فصل از هر درس ببینین که تان به پلی لیست امی چینل برین، اونجا هر فصل جدا جدا شروع از درس اول شروع کنین تا به آخر هم پیش برین. دوستان عزیز، در درس 3 الجبر ما شما چی را میخوانیم؟ ما شما قیمت مطلقه را میخوانیم. نوشته میکنیم قیمت مطلقه اعداد حقیقی. در درس های قبل خود دوستان عزیز ما شما درباره اعداد حقیقی خوب فهمیدیم، درباره محورش فهمیدیم، درباره مقایسه کردن کل گپاش فهمیدیم. امروز بخیر چیزی که ما شما باید الجبر یاد بگیرم قیمت مطلقه است. دوستان عزیز، قیمت مطلقه طوری که دوستان عزیز از نامش معلوم است، یعنی قیمت مطلق یک چیز، یعنی وقتی که ما یک عدد داده میشه، یک مقدار داده میشه، فقط ما قیمتش کار داریم. ما اینو کار نداریم که مثبت است یا منفی، یا پیسی کی سر کیست، اینو کار نداریم که جهت عدد کدام طرف. و ما این مهم است که مقدار عدد چقدر است، یعنی یک عدد علامش حس میکنیم، علامه عدد کوس کنه مول قیمت نقیش میگه. یعنی ما تعریف کنیم، تو تعریف میکنیم قیمت نقی یک عدد عبارت از صرف نظر نمودن از علامه یک عدد است. یعنی وقتی که ما شما علامه یک عدد ازش صرف نظر میکنیم، علامه شوسو میکنیم و فقط مقدارش هم میگیم، امیر به نام چت میکنه به نام قیمت مطلقه عدد. علامه قیمت مطلقه دوستای عزیز عبارت از دو خط موازی است. یعنی وقتی که یک عدد داخل تو علامه آمد، هدف چیز که علامه شوسو کنیم. مثلا اگه ما فرض مثال سوال داده میشه قیمت مطلقه منفی 2، هدف عزیز که علامه رو اوسو، فقط مقدار 2 رو به ما بگو. یعنی قیمت مطلق از عدد چند است، ما برش میگیم قیمت مطلقش عدد عبارت چند است، عدد 2 به شکل سیز. به می شکل به ما گفته شود قیمت مطلقه منفی 3 چند است، ما برش می قیمت مطلقه عدد منفی 3 که 3 است. یعنی علامه شو سو میکنه و میگه قیمت مطلقه. یا فرد مثال اگه گفته شود قیمت مطلقه عدد مثبت 5، ما شما برش میگیم علامه شو سو میکنه، فقط نشته میکنیم 5، اینو به نام چت میکنه به نام قیمت مطلقه. به می شکل هر عددی که باشه دوستای عزیز علامه شو سو میکنه مور قیمت مطلقه میگه. مثلا اگه عدد جذری باشه، مثلا بگیم منفی جذری 2، به شکل منفی جذری 2 علامه شو سو میکنه، فقط نشته میکنیم جذری 2، این عبارت از نقشون. یا فرد مثال اگر گفته شو به ما یک عدد قیمت نقی دیگه داشته مثبت 2.31 به شکل، علامه شو سو میکنیم دوستای عزیز نشته میکنیم 2.31 به شکل. یا فرد مثال قیمت نقی یک عدد دیگه است، مثلا به ما گفته میشه منفی پای، عدد یعنی غیر نسبتی است، علامه شو فقط سو کنیم نشته کنیم پای، امیر به نام چند میکنه به نام قیمت مطلقه. یعنی قیمت نقی یک عدد حقیقی چی مانا صرف نظر نمودن از علامش، یک عدد که علامه شو سو کنیم فقط مو عدد با نبره به نام چند میکنه به نام قیمت مطلقی عدد. این بسیار آسان گپ است. سیز دوستای عزیز یک تعریفش هست، یک تعریف دیگه هم داره. مثلا تعریف دیگه شم کده میتونیم ایتون گفته میتونیم که ایتون گفته میتونیم که هر عدد ضرب علامش، هر عدد ضرب علامش عبارت قیمت نقیش است. طوری که ما شما میفهمیم دوستای عزیز در درس حساب خوانده بودیم، این درس ها را موجه خوانده میره میفهمی که هر عددی که علامه نداشت علامش مثبت است. مثل عدد که نشته شد علامه نداره، با علامش چی است؟ مثبت است. از عدد علامش مثبت است. هر عددی که مثلا علامه نداشته باشه رو عدد چی میگیم؟ عدد مثبت. یعنی عدد فی است که قیمت نقی عدد اگه منفی باشه مثبت باشه جوابش مثبت میبره. یعنی قیمت نقی منفی 2 که از دوستای دو مثبت 2 میبره چون علامه نداره علامش مثبت است. و به این شکل قیمت نقی مثبت 5 هم 5 است که عدد مثبت است مثبت 5. یعنی قیمت نقی یک عدد که است همیشه یاد ما باشه که عدد مثبت میباشه. و مو خاطر میگه هر عدد ضرب علامش عبارت از قیمت نقیش است. مثلا چی رقم دوستای تعریفش مثلا ببینید قیمت نقی منفی 3 اگه با ما اینجا گفته شود، ما شما چی میگیم؟ علامه عدد است عبارت از منفی است، پس ما شما چی رقم میگیم؟ میگیم منفی ضرب منفی 3. یعنی علامه عدد در خود عدد ضرب میکنیم، عدد ضرب علامش، یعنی علامش منفی 3 است منفی رو ضرب میکنیم، منفی در منفی مثبت 3. عدد که علامه نداشته باشه میتونیم بگیم مثبت زین 3 نشته کنیم، اون به شکل قیمت نقی شد. یا بگیم مثلا قیمت نقی مثبت 6، در اینجا چی میگیم؟ علامش مثبت است، پس مثبت میگیریم در مثبت 6 ضرب میکنیم، مثبت در مثبت دوستای عزیز چند میشه؟ مثبت 6. اون جواب چند میشه؟ 6. پس قیمت نقی مثبت 6 عبارت مثبت 6 یا عدد 6 است. یا به این شکل اگه بگه قیمت نقی منفی 10، ما علامش دیش ضرب میکنه، علامه از چی است؟ منفی، منفی ضرب منفی 10، مساوی میشه منفی ده منفی مثبت 10، علامش که کوس کنین جوابش چند نشته میکنین؟ 10. پس هر عدد ضرب علامش عبارت از چی است؟ قیمت نقی است. پس حالا ما شما تعریف قیمت نقی رو یاد گرفتیم. قیمت نقی چی رو میگه؟ صرف نظر نمودن از علامه یک عدد. وقتی که علامه عدد اوس کنیم اون رو به نام قیمت نقی یاد میکنم. یا هر عدد ضرب علامش عبارت از قیمت نقیش است. سیز دوستای عزیز،
که من لقب به ما شما چی رو نشان میده؟ که من لقب به ما شما ایره نشان میده که یک عدد به کدام اندازه از مبدا دور است، یک عدد به کدام اندازه به مبدا نزدیک است. یعنی به ما جهت نشان نمیده که طرف مثبت است یا منفی، فقط فاصله عدد از مبدا به ما نشان میده. یعنی وقتی که ما شما میگیم قیمت مطلقه مثبت 2، هدفش از چی است؟ 2 یونیت، یعنی 2 واحد. یعنی هدف از این که عدد 2 از مبدا 2 واحد دور است. وقتی که میگیم که من لقب منفی 6 جوابش میبرم 6، 6 چی؟ 6 یونیت، یعنی 6 واحد. یعنی هدفش این است که عدد منفی 6 که است از مبدا که است 6 واحد دورتر واقع است. یعنی به ما این نشان میده که یک عدد به مبدا چقدر نزدیک است و عدد چقدر از مبدا دور است. یعنی وقتی که به ما گفته میشم که قیمت نقی منفی 7 شما بگیرین مقایسه کنین، فرض مثال که قیمت نقی مثبت 3 به شکل. اینجا ما نمیگیم که عدد مثبت است عدد مثبت کلان است، یا این عدد منفی است عدد کوچک عدد منفی کوچک میباشه، نه. در اینجا ما شما هدف ما است که هدف اینجا این سوالی است که با ما گفته میشن که شما بگین که عدد منفی 7 از مبدا بسیار دور است یا عدد مثبت 3 از مبدا بسیار دور است، یعنی فاصله کدامشان کلان است. باز ما شما برای چی میگیم قیمت نقی منفی 7 که است 7 میشه دوستای عزیز و قیمت نقی مثبت 3 که است 3 است، و معلوم است که 7 بزرگ است. پس ما شما میگیم قیمت نقی منفی 7 بزرگتر از عدد چی است؟ عدد مثبت 3 است. یعنی هدفی است که قیمت لقب ما چی را نشان میده؟ با ما فاصله یک عدد در روی محور آداب. دوستای عزیز گپ دیگه که با شما باید یاد داشته باشیم او عبارت از دریافت فاصله بین دو عدد روی محور آداد حقیقی. یعنی ما و شما گپ دیگر که باید یاد داشته باشیم اوی است که دو عدد روی محور از هم چقدر فاصله داره. مثلا اگر دو عدد با ما داده شود و با ما گفته شود که دو عدد از هم در محور آداد در روی محور آداد چقدر هم فاصله داره، اینو با ما پیدا کنیم. اینو میتونیم با کمک همین قیمت ملقه ما شما پیدا کنیم. یعنی تو میگیم وقتی که با ما گفته میشه که بین دو عدد حقیقی یا اردوش مثبت یا اردوش منفی با ما یا اردو مثبت منفی با ما داده میشه، وقتی با ما گفته میشه که فاصله بین اردوش پیدا کنید، دو گپ در نظر میگیرین. سکو گپ اول است، اینه گپ اول و اینجا نشته میکنن گپ دوم. گپ اول حالت اولی است اگر آداد هم علامه باشند. یعنی در صورتی که آداد هم علامه باشه، مثلا اردوشان مثبت داده باشه یا اردوشان منفی داده باشه، صحیح. و حالت دومش ای است که اگر آداد مختلف العلامه باشند. یعنی آداد هم علامه نیستن. یعنی وقتی که یعنی دو حالت داریم، این دو عددی که به ما داده میشه یا اردوشان هم علامه هستن یا از هم فرق دارن. اگر دوستای عزیز اگر دوشان هم علامه بود، مثلا به ما گفته شد که عدد مثبت 2 مثبت 3 یا منفی 4 منفی 5، وقتی که هم علامه بود یاد ما باشه که به خاطر از اینکه فاصله شون رو پیدا کنیم قیمت مطلقه همین دو عدد راست را هم چی میکنید؟ تفریق میکنید. یعنی اردو عدد قیمت مطلقش میگیرین و هم چیش میکنید؟ تفریقش میکنید. گپ خلاصی عدد کلان از خورد، مثلا چی رقم و ما گفته میشه میگم منفی 2 و منفی 4 از هم چقدر فاصله داره روی محور؟ خب ما میفهم اول منفی 2 باز منفی 3 باز منفی 4 2 از هم فاصله داره. ما شما چی رقمی را پیدا میکنیم؟ بسیار ساده، یعنی میگم فاصله شان مساوی است. قیمت مطلقه منفی 4 که از دو سایز چند است؟ قیمت نقی منفی 4 است 4. اینجا نشته میکنیم 4 منفی قیمت نقی منفی 2 از 2، از 4 که 2 برد دو سایز چند میمونه؟ 2. اون فاصله شان چند واحد میشه؟ 2 واحد میشه. زیست به این شکل مثلا اگه به ما گفته شو عدد مثبت 12 قطعت عدد مثبت 20 چقدر فاصله داره؟ چون اردوشان هم علامه هستن قیمت نقایشان اصلا تفریق میشه، دی مساوی میشه و قیمت نقی مثبت 20 دو سه چند میشه؟ 20 منفی قیمت نقی مثبت 12 چند میشه؟ 12. از 20 که 12 برای دو سه چند میمونه؟ 8 واحد. اصلا دیگر چی دارن؟ فاصله دارن. به این شکل میتونی گفته که منفی 20 عدد دیگه مثلا منفی 100 از هم چقدر فاصله دارن؟ اردوشان هم علامه هستن، فاصله شان قیمت نقی منفی 100 100 میشه منفی قیمت نقی منفی 20 20 میشه. از 100 که 20 بره 80 واحد اردو از هم چی دارن؟ فاصله دارن. سیز پس وقتی که آداد هم علامه بودن راستن قیمت نقایشان از هم چی میکنین؟ تفریق میکنین. در صورتی که آداد مختلف العلامه باشن، یکیش مثبت دیگش منفی باشن، باز به خاطر دریافت فاصلهش قیمت مطلقایشان را با هم دیگر چی میکنین؟ جمع میکنین. یعنی ساده یاد گرفتین اگه هم علامه بود چی میکنین؟ تفریق. اگه مختلف العلامه بود چی میکنین؟ جمع میکنین. مثلا جمعش میکنین. مثلا چی رقم دوستای عدد مثبت 2 از منفی 2 چقدر فاصله داره؟ یعنی اگه عدد مثبت از دیگش منفی است، ما شما چی میگیم؟ دی مساوی میشه با فاصله شان مساوی میشه. قیمت نقی مثبت 2 دوست دوستای عزیز، جمع قیمت نقی منفی 2 هم دوست. دو جمع دو جوابش چند میشه؟ جوابش 4. جوابش 4 یعنی 4 واحد از هم دیگر چی دارن؟ فاصله دارن. یا فرد مثال عدد دیگه است، میگه عدد منفی 10 و مثبت 5 از هم چی چقدر فاصله داره؟ میبینیم که عدد اردوشان چی هستن؟ اردوشان مختلف العلامه هستن. پس ما شما به خاطر دریافت فاصله چی میکنیم دوستای عزیز؟ قیمت نقی مثبت منفی 10 را میگیریم 10 میشه جمع
من وقتی مثبت 5 میگیریم 5 میشه، 2 و 5 دوستای جوابشن میبره 15، جوابشن میره 15 میشه. یا فرد مثال به می شکل عدد منفی 15 و مثبت 20، سیس فاصلهشان رو با پیدا میکنیم، قیمت نقطه منفی 15 15 است دوستای جمع، قیمت نقطه مثبت 20 20 است. هر دوشون که جمع کنیم ریش مساوی میشه با چند؟ 15 و 20 میشه 35 واحد، از هم فاصله دارن. پس در دریافت فاصله بین دو عدد روی محور عدد یقین دو گپ یاد میگیریم، یکی اگه عدد هم علامه بود هر دوشون رو تفریق میکنیم قیمت نقاش، اگه هم علامه بودن مختلف علامه بودن قیمت نقاشون رو با هم چه میکنیم؟ جمع میکنیم. دوستای گپ دیگه را که با شما باید یاد داشته باشیم اون است که قیمت نقی یک عدد هیچ وقت عدد منفی شده نمیتونه. یعنی ما پیشتر گفتیم که صرف نظر از علامه یک عدد، وقت علامه یک عدد دوستش مثبت میشه، صحیح؟ پس هیچ وقت یک عدد قیمت نقیش عدد منفی نمیشه. یعنی وقتی اگه به ما گفته شوه که قیمت نقی یک عدد ما مثلا ای را دریافت کردیم و جواب از این منفی شده، ما برش میگیم امکان ندارد. این امکان ندارد. مثلا اگه با ما گفته شود که قیمت نقی x منفی 3 یک سوال ما شما حل کردیم و جوابش منفی 4 برآمده، یعنی هدفش این است که ما از قیمت نقی چی کشیدیم؟ منفی 4 کشیدیم. باز ما برای چی میگیم امکان نداره؟ هیچ امکان نداره که تو از قیمت نقی یک عدد بکشی و جوابش منفی 4 برآید. یا بخرسید نه، یا به می شکل به ما گفته شود که ما سوال حل کردیم که x منفی 2 و این عدد که است کوچکتر از منفی 2 شده. مثلا به ما گفته میشه که از قیمت نقی ما یک عدد کشیدیم که x منفی 2 سر چیکس ما کشیدیم، مش دیگه عدد معلوم نیست و این عددی که از اینجا برآمده کوچک از کی شده؟ کوچک از منفی 2 شده. ما باز برش میگیم امکان نداره، چون یک عددی که از قیمت نقی میبره 100% از عدد منفی که چی میباشه؟ بزرگ میباشه. یالامش باید دو طرف می بود. که بخوره سید نه، یعنی خلاصی تو براتون بگم دوستای عزیز، تو این تکنیکی تو یاد بگیرین سکو اینو فهمیدین خواسان بو سکو. اگر دوستای عزیز یک جای سوال به ما شما تو داده شوه که به ما بگه که قیمت نقی a منفی b مثلا به شکل به ما گفته شوه که ایره حل نکنین بیرون بکشین، مثلا یاداد است بدون حل ایره بیرون بکشین، شما به خاطر از اینکه سوال از قیمت نقی بیرون بکشین دوستای عزیز، تکنیک طوری بزنه که در بیرون عدد کلان اول بیه، عدد کلان اول به و عدد کوچک دوم به، به خاطر از اینکه عدد کلان به خاطر اول به اگه اون جمع شود جوابش چی برای؟ جوابش مثبت برای. اتو نشه دوستای عزیز که ما این عدد را از اینجا بکشیم اونجا تفریق کنه با جوابش منفی شود، یعنی هدف میز، هدف میز دوستای عزیز. وقتی به ما گفته میشه که 2 منفی 5 مثلا نه قیمت نقی 2 منفی 5، این عدد مثلا بدون حل کردن به ما بیرون نشته که حل نکو سادهش نکو بیرون بکشیش، آلی رو ما شما چی رقم میکشیم؟ تکنیک ما طوری باشه شما میفهمی که از قیمت نقی یک عدد میشه چی میبره؟ مثبت میبره. پس ما شما تکنیک میزنیم که عدد کلان اول نشته میکنیم، عدد دوم من خردش نشته میکنیم، به خاطر اینکه بسال اونجا تفریق شه جوابش مثبت بره. اتو نشته نمیکنه که در بیرون 2 منفی 5 اینو میفهمی 2 منفی 5 منفی 3 میشه، قیمت نقی منفی 3 اون 3 شد. حالا اگه بگی که حل نکو بیرون نشته که ما شما میگیم 5 منفی چند؟ 5 منفی 2، عدد کلان اول باز عدد کوچک 5 که 2 بره همون جواب 3 که اونجا میداد حالا ما جواب با ما اینجا میده. پس وقتی که دوستای عزیز و ما شما گفته میشم که a منفی b را بکش، اینجا دو گپ است. گپ اول اگه a بزرگ بود از b، یعنی عدد a بزرگ بود، پس اول a را بکشید، این نشته میکنین جوابشه که a منفی b اینی جواب شد، اگه اینجا هم جوابشه بکشید مثبت میبره، اگه اینجا هم جوابشه بکشید مثبت میبره. اما اگه دیدین که عدد b بزرگ بود از a کده، یعنی عدد b بزرگ بود، باز b را اول نشته کنین، یعنی b منفی چند میشه؟ منفی a میشه به شکل. یعنی هدف چی؟ سعی که دوستای سوال متوجه باشین. مثلا با ما سوال داده میشه قیمت مطلقه پای منفی 2، سعی پای منفی 2، عدد پای ما شما دوستای زمی فهمی که 3.14 است و 2 از 3.14 کده چی است؟ کوچک است. وقتی با ما بگی عدد بدون حل بکش، ما شما میگیم پای منفی چند؟ 2. عدد کلان اول نشته میکنه، کوچک شده دوم نشته میکنه. یا فرد مثال گفته شده که 3 منفی پای، سه منفی پای، در اینجا ما شما میبینیم که سه کوچکتر از پای است، پای 3.14 است، سه که در بزرگ است، پس اول عدد کلان پای منفی چند میشه؟ پای منفی 3. یعنی کنکور سوال آورده امیر آورده بود جوابش همه تست و امیر آورده بود که 2 منفی پای جوابش چند است، ما شما چی میگیم؟ اول کلان پای منفی چند؟ پای منفی 2 بشکل. سه به می شکل اگه گفته شد فرد مثال دوستایی است که 5 منفی جذر 2، ما شما پیشم گفته بود جذر 2 کسی 1.14 حدود 1.4 میان نقطه نقطه میتوند غیر نسبتی است، یه عدد x 1.4 است و یه چند است؟ 5. یعنی عدد 5 سرش کلان است، پس نشته میکنه 5 منفی جذر چند است؟ جذر 2 به شکل. به می شکل اگه سوال داده شد که این منفی پای این عدد به ما بیرون بکشین، ما شما دوستای عزیز میفهمی که عدد ای که است 2.7 است و پای که است 3.14 است، 3.14 سرش کلان است، اول پای نشته میکنیم، پای منفی چند است؟ پای منفی جوابش میشه. سیز
و میشه که اگه سوال داده شود دوستای ازی که پای منفی دو ای، یعنی پای منفی دو ای، حالا اینجا دو ضرب ای شده، دو ضرب ای شده، دو شرف شد، پنج اشاره چند میشه؟ چهار میشه، و اینجا سی اشاره چهار است، ای عدد سرش کلان است، ای عدد که سرش کلان است، پس ما نشته میکنیم دو ای منفی چند؟ منفی پای، یعنی خلاص، اول عدد کلان نشته کنیم، باز پشتش عدد چی نشته کنیم؟ عدد کوچک نشته کنیم، صحیح است؟ به این شکل مثلا یک سواله که دیگه کار میکنیم، مثلا دو سیز میگن جذر سه منفی جذر پنج، حالا شما خواه میفهمی که عدد جذر 5 نسبت به جذر 3 بزرگ است، پس اول بزرگش نشته کو، جذر 5 منفی چند میشه؟ منفی جذر 3، یعنی به شکل نشته میشه. یا اگه گفته شوه که مثلا سی ای منفی 10، سی ای منفی 10، به ما گفته شوه ای را تبدیل کنیم، ما شما میگیم سی ای 3 ضرب 2 اشاره 7 است، 3 را که ضرب 2 اشاره 7 کنیم دو سایز از 10 خرد میشه، یعنی عدد 10 سرش کلان است، منفی چند نشته میکنیم؟ منفی 3 ای نشته میکنیم. یا به می شکل نشته کنیم سی پای منفی 10، سی پای هم 3 اشاره 14 را دو سایز وقتی که ما شما ضرب 3 کنیم تقریبا 9 اشاره چند میشه؟ به 10 نمیرسه، یعنی 10 سرش کلان میباشه، 10 منفی چند میشه؟ سی پای جوابش میبره. خلاص یعنی عدد فیس که ما شما محاسبه میکنیم میبینید کدام عدد بزرگ است، عددی که بزرگ است اول نشته میشه، عدد کوچک است دوم نشته میشه. آها اگه سوال تو باشه که دوستای عزیز با مثلا بگیم منفی دو منفی پای هر دوشان هم علامه باشن فقط دیگه کار نمیکنی، باز خرد کلان نداری، یا هم علامه هستن فقط علامه هر دوشان مثبت بساز، یعنی تا یا هر دوشان حال جمع میشن نمیبینی هر دوش هم علامه هستن، حالی رک میکشی حال ضروری نیست که ما خرد کلان اول نشته کنیم، چون فقط یک علامه شده هر دوش میگیریم، مخالف که بودن باز اول عدد کلان نشته میکنه، اگر دوشان هم علامه بودن باز فقط چی میکنین؟ اینه مثلا علامه زیر اوتو کنین دو مثبت، علامه زیر اوتو کنین با اینه میشه که نشته میشه. یا فرد مثال با ما گفته میشه منفی جذر 3 منفی 1، ما فقط نشته میکنیم جذر 3 جمع چند است؟ 1، علامه فقط اوتو میکنین چون هر دوشون چی هستن؟ هم علامه هستن. سیز به می شکل دو سیز با ما گفته میشه میگه قیمت مطلقه x منفی 2 رو بکش، یعنی x منفی 2 رو از جذر با معنی قیمت مطلقه برام بکش. حالا ما شما درباره x نمیفهمیم که عدد x از دو بزرگ است یا کوچک، یعنی ما درباره x نمیفهمیم، پس ما شما اینجا دو جواب برش میدیم، دو گپ برش میزنیم، سعی کو دو گپ برش میزنیم. گپ اول ما ایست که امکان داره می x گس از دو بزرگ باشه، یعنی تو خودت به من نداد، اگه شرط خودش داد خود سوال الست، یعنی خودش به ما میگه که چیز، حالا خود نگفتم دی سوال نگفتم، پس ما برش میگیم دو شرط خود ما برش میمونیم که اگر x عدد x از دو بزرگ بود پس اول کی باید برای؟ اول x باید برای، بعد جواب از او باز میشه x منفی 2 دوستا عزیز. و اگر اتو بود که x کوچک از دو بود، یعنی عدد دو سرش بزرگ بود، با جواب از او میشه 2 منفی x، یعنی اینکه باید یادم باشه. مثلا اگر سوال با ما داده شوی اینجا سعی کن با ما گفته میشه قیمت مطلقه x منفی 3 ایره به من بکش در صورتی که x بزرگ از 3 باشه. حالا عدد x از 3 بزرگ است، وقتی ما پیش گفته بودیم که اول باید عدد بزرگ نشته شود، پس نشته میکنیم چند؟ x منفی 3. و اگر دمی سوال با ما شرط داده شد که x کوچک است 3، ایره به ملکو باز ما میگیم که اول 3 سرش کلان است x کوچک است، پس نشته میکنیم 3 منفی چند؟ 3 منفی x. سی شد، یعنی باید ما باید هیچ وقت نمانیم در سوال خود که عدد قیمت نقی یک عدد منفی شود، باید همیشه یاد ما باشه که اول عدد مثبت کلان باید نشته شود، دومش باید عدد کوچک باشه. یا بخرسید نی این از دوستای از قیمت نقی اعداد حقیقی که در لابلای درس در الجبر داد دقیق د طاقت د جذر دم کل الجبر زیاد به درد ما میخوره. امروز هم که تعریفش بعضی خواصکاش بعضی گپاش خوب است که شما یاد داشته باشین و اینه که تا نوٹ کنین که د پسانا باز به درس ها بسیار به درد ما میخوره و کوشش کنین که کل درس ها را کتان مطالعه کنین، دوستای درس های کیمیا، درس های بیولوژی، کامتیک و فیزیک به شکل حساب هندسه مثلثات کلش شروع شده دانه دانه که د پلی لیست ها کوشش کنین که تان یگان دوستا میتراسن می درس مثلا 14 ام لوگارتم میبینن باز میگه درس 13 ام از کجاست اولش در کجاست نه نمیفهمند یوتیوب بلد نیستن، باز ما میتونن دوستایی که بر بالای لینک و می خودم چنل مثلا کلیک کنن داخل برن داخل چنل که رفتن بالا مثلا اونجا پلی لیست برشون نشسته پلی لیست بزنن کل پلی لیست ها فصل وار برش میه، هر درس رو که خوش داره از اول درس که شروع میکنن از اونجا کلیک کردم میتونن درس اولش تا آخرش برش میه، دانه دانه کتون ببینین بدون از اینکه جای حرکت کنین جای برین در خانه بشینین، فقط جای بشینین که کدام چیزی براتون درس اخلال نکنه، فقط یک شما باشین کتابچه باشه دیگه نشته کنین نوتکایتون باز کتاب کدام کتابی که در خانه الجبر دارین یا حساب شروع حساب دارین امور بگیرین که دانه دانه کتون کار کن، جایی که مشکل داشتین او سوالا رو به هر طریقی میتونی با ما برسانین ان شاء الله اونم براتون حل میکنیم. سیز دیگه درس امروز هم قبس است، روز خوش زندگی خوش برای.